بحث کتابه، مشکلات کتاب در افغانستان، عدم وجود مخاطب در افغانستان و مشکل نپرداختن حرفه‌ای به نوشتن در افغانستان. بدیهی طرح چنین مباحثی در کشور باید یک جمع مختصر با خود داشته باشه، با توجه به تمام مشکلاتی که هر روز شاهد اونها هستیم در کشور، به خصوص در عرصه کتاب و کتابخوانی. ما برای این برنامه واسه فرضی که میفهمیدیم این مرکز حدود 400 یا 450 نفر بیشتر جا نداره، 1000 کارت دعوت فرستادیم که توزیع شد. دعوتنامه رو به 20000 آدرس ایمیل فرستادیم. دعوتنامه برنامه در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ کشور چاپ شد. بنرهای برنامه در دانشگاه‌های مختلف نصب شد و از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک هم تبلیغ شد برای برنامه، ولی مخاطبین کتاب در افغانستان متأسفانه بسیار محدودن. محدودیتی که من گفتم از تعداد کسایی که به این برنامه شرکت کردن آدم به خوبی میتونه مشکل کتاب در کشور ببینه. ما امروز صبح نمایش فیلمی داشتیم از فرانسوا تروفو، کارگردان فرانسوی، فیلم فرانهای 451 که بر اساس رمانی از ری داگلاس بردبری به همین نام ساخته شده بودی فیلم، و هم صحبت اون رمان و هم صحبت این فیلم صحبت از یک فضای دیکتاتوریه که به گونه های نویسنده یک شهر در تخیل خود ساخته که در اون شهر کتاب خواندن ممنوعه و وظیفه آتش نشانی تغییر کرده. دیگه آتش نشان وظیفه و خاموش کردن آتش نیست، بلکه سوزاندن کتاب هاست. من تصور کردن نمیتونم که در کشوری مثل افغانستان اگر روزی چنین فاجعه رخ بده که ما در تاریخ افغانستان شاهد چنین فجایعی بودیم، کتاب باقی بمانه در کشور، به دلیل که مدافعا و حامیان کتاب بسیار کم هستند. در پایان اون فیلم میبینیم که یک دست مردم اون شهر رفتن بیرون از شهر و در جای پرت در حاشیه شهر در بیرون از شهر نشستن و وظیفه اینه که این کتاب ها را از حفظ میکنن و بعدا کتاب ها را میسوزانن. به گونه های برای ثبت حافظه جمعی دارن تلاش میکنن و کار میکنن. امیدوارم که مقوله کتاب و کتابخوانی و نوشتن در افغانستان روزی به وضعیتی برسه که ما شاهدی باشیم که یک تعداد از مردم پشت دروازه‌های سالون ایستاده باشن و در سالون جای نباشه. دوستان ارجمند، ما در برنامه امروز 4 نفر سخنران را دعوت کرده بودیم که متاسفانه یکی از سخنران‌ها ما در مزار هست، استاد پرتاب نادری، و نتوانستند به موقع خود برسونن و به برنامه تشریف بیارن و در خدمت شما باشن. اما خانم خالد فروغ، شاعر و پژوهشگر، در جمع ما هستند. آقای کاوه جبران، شاعر و نویسنده، با خود داریم، و آقای منوچهر فرادیس، نویسنده و مسئول نشر زریاب. من از این دوستان تقاضا میکنم که تشریف بیارن تا بعد بحث را آغاز کنیم. کتابی که در بیرون در اختیار دوستا قرار گرفت مجموعی بود از قصه های هانس کریستین اندرسون، نویسنده دانمارکی، که 2 اپریل به افتخار یادم که روز تولدیونه به عنوان روز جهانی کتاب کودک نامگذاری شده و ما در این مورد هم صحبت هایی خواهیم داشت. من در آغاز رشته سخن میدم به دست خانم فروغ که در رابطه با اهمیت نوشتن کتاب برای کودکان صحبت میکنه. تشکر از شما.
به نام خداوند آگاهی و با اجازه حاضرین گرامی، نخست تشکر می کنم از کسانی که برای بزرگداشت از کتاب روز جهانی کتاب و به ویژه کتاب کودک چنین برنامه را و چنین نشستی را برگزار می کنند و این در حال است که فرهنگ کتابخانی در سطح کشور بسیار کم رنگ هست. نه تنها کم رنگ هست که اصلا به کتاب اهمیت داده نمیشه، یعنی به کتاب ارزش و اهمیتی که باید داده شود نمیشه. طبیعی است در جامعه که به کتاب اهمیت لازم داده نشه، نویسنده نیز ارزش گذاشته نمیشه. و این در حال است که ما از کتاب صحبت میکنیم و از اهمیت نوشتن برای کتاب برای کودکان صحبت میکنیم، که ما می‌گیریم که در جامعه ما کتاب‌هایی که برای کودکان نوشته می‌شوند، برای آموزگاران از طرف معارف ما نوشته می‌شوند، این کتاب‌ها مشکلات فراوان دارند، مشکلات فراوان شکلی و محتوایی دارند. همچنین ما می‌گیریم که در کوچه ها و در خیابان ها تعدادی از کودکان در جستجوی یک لقمه‌نان سرگردان هستند، یعنی با فقر رو در رو هستند. این کودکان چگونه کتاب بخوانند و کتاب را از کجا به دست بیاورند و چگونه بخوانند؟ از سوی دیگر ما کودکانی هم داریم که به خانواده های متعلق هستند. این خانواده ها با نوشتن و با خواندن در سطح بالایان البته سرکار دارن و آشنا هستن، همچنین در سطح بلند اقتصادی قرار دارن. اما این کودکان کودکانی هستن که این خانواده ها کمتر احساس مسئولیت میکنن، تعدادی از این خانواده ها کمتر احساس مسئولیت میکنن، که یعنی طریق استفاده مثبت از این امکانات دست داشتیشانه بر از اونا یاد بدن و متوجه استفاده مثبت از مثلا کتاب، از مطالعه، از اینترنت، از فیلم، سینما و از دیدن سریال و غیره مثلا اینا داشته باشن. چون این کودکانی اگر اثر تصادف در چون این خانواده ها خودشون ظرفیتی داشته باشن تا راه خود را پیدا کنن و اینها یعنی ظرفیت استفاده مثبت از این وسایل دست داشته خود، از امکانات دست داشته را داشته باشن، خوب در غیر آن یعنی آینده این کودکان هم با خطر یک نوع انحراف رو در رو هست، که این مشکلاتی است که در جامعه ما هست. و من همون پندارهایی که داشتم و احساسی که داشتم در مورد اهمیت نوشتن کتاب برای کودکان و چگونگی نوشتن کتاب برای کودکان، این پندارها و می دیدگاه خود را روی کاغذ آوردم و این را من خدمت شما می خوانم. خب کودکان دنیای آرمانی دارند، اگرچه در واقعیت زندگی می کنند، اما در فضاهای زیبا و دوست داشتنی خیال به پرواز در می آیند. کودکان در هر جای این دنیا بی آلایشترین و صادقترین افراد روی زمینند. کودکان معنای دشمنی را نمی دانند، همیشه دوست می دارند، اما این بزرگ سالانند که آنها را با مسائل غیر از دوستی و صمیمیت و صادقانه زیستن و با دروغ آشنا نبودن آشنا می سازند. در جایی چنین خوانده بودم که همه کودکان جهان شاعرند. بله، این واقعیت هست. اما چه باید کرد تا موجب ادامه این شاعر بودن شد؟ در سرزمین های دیگر، یعنی کشورهای غربی، کودکان را حتی از زمان پیش از دبستان با راه ها و روش های خواندن کتاب آشنا می سازند. و در کودکان این عادت را که با کتاب و خواندن کتاب پیوند داشته باشند ایجاد می کنند. حتی کودکان را با وزن شعر به صورت غیر مستقیم آشنا می سازند. در ذهن کودکان ریتم و آهنگ شعر را رها می کنند. برای کودکان داستان می خوانند. و از این طریق ذوق و شوق مطالعه و خواندن کتاب را در کودکان بیدار می سازند.
تا خیالاتشان بیشتر به پرواز در بیایند و خود آهسته آهسته به فکر کردن و نوشتن بپردازند و بتوانند برای فردا شاعر پربار، داستان نویس، منتقد آگاه و در کل نویسنده مهمی باشند. یا اینکه هیچ یک از اینها نباشند، اما در سطح بلندی از آگاهی قرار داشته باشند که راه های رسیدن به خوبی ها و آرامش و انسانیت و بهتر زیستن را برای دیگران نشان داده بتوانند. در جامعه ما اکثر کودکان در وضعیت بد و بحرانی قرار دارند. آنها نانی برای خوردن و نمردن ندارند. چه رسد به اینکه وقتی در اختیار داشته باشند تا کتاب بخوانند و ذهن خود را رشد بدهند. چه کسی برای این گروه کودکان چنین احساسی را بدهد که بخوانند و گاهی حرفهای زندگی خود را با همان جمله ها و زبان کودکانه بنویسند؟ چه کسی است که اینها را تشویق کند و راه پر از سنگ و خار و دشوار گذار زندگی را برایشان هموار بسازد؟ پاسخ تنها هیچ کس است. در جامعه های دیگر دولت ها هستند که زمینه ها و حس خواندن و فکر کردن و نوشتن را به نحوی برای مردم می دهند که کودکان هم مردم هستند و برای کودکان نیز این زمینه ها را فراهم می سازند. برای خوبی و آینده بهتر سرزمینشان که در هر بخشی افراد سالم و آگاه و بی‌غش داشته باشند. آنگونه که بیشتر اشاره های در مورد داشتم. اما ما امروز در جامعه زندگی میکنیم که چندین پهلو دارد. فکر یک دست در زمینه کتابخانی و رشد ظرفیت های معنوی کودکان از این طریق وجود ندارد. دولت در فکر و ذکر این مسائل اصلا نیست. بسیاری از خانواده ها هم این مسائل را نمیدانند یا نمیدانند یا اگر تا جای هم میدانند آن را جدی نمیگیرند. ما کودکانی را در راه ها و خیابان ها مینگریم که از همین حالا به گدایی و به دست آوردن چند پول عادت داده شدند تا به خواندن کتاب. شاید بعضی از این کودکان پدر و مادرشان را از دست دادند و امکاناتی برای پیش بردن روزگار ندارند و ناگزیر و از سر بی‌حوصلگی های کودکانه به این کار میپردازند. اما در چنین روزگار بد و ناگوار شاید پدران و مادرانی هم باشند که کودکان خود را به چنین کاری مجبور می سازند و یا در زمینه بی‌اعتنا هستند. در جامعه ما کودکانی که تا جایی می توان در این زمینه خوشبختشان خواند اندکند. کودکانی که متعلق به خانواده های هستند که با کتاب و نوشتن سر و کار دارند که این خواندن و نوشتن هم به معنای خواندن و نوشتن لوحه دروازه و یا نامه و مکتوبی نیست، بلکه منظور از سر و کار داشتن با کتاب های شعر و داستان و تاریخ و فلسفه و غیره است. کودکانی که در چنین خانواده ها زندگی می کنند، آنچه که پدر و مادر و یا اعضای دیگر خانواده با آن عمل می کنند، آنها نیز در آغاز تقلید می کنند که این کار راهی برای فرا گرفتن است و هرچه ادامه بیابد بعدها از ادامه خواندن و نوشتن و خیال پردازی ها راه و روشی را در زندگی بیابند که باعث آرامششان می شود. یعنی کتاب خواندن، چه کتاب داستان باشد، چه شعر باشد و چه کتاب های آموزشی و غیره باشد، موجب سازندگی معنوی و ذهنی برای کودکان می شود. بنابراین کودکان را تا حدی که ممکن است در کنار فرستادن به مکتب و آنها را به کتاب های درسی مکتب مشغول ساختن، باید با کتاب های داستان که ویژه کودکان هستند و کتاب های ترانه و شعر که باز هم ویژه کودکان هستند و بیشترین آموزنده هستند دوست ساخت، که این دوستی میان کودک و کتاب را در گام نخست پدر و مادر می توانند به وجود بیاورند. و این دوستی برای بلند بردن سطح آگاهی کودکان در همین اساسی ترین دوره زندگی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر این دوستی در این اساسی ترین دوره زندگی میان کودک و کتاب برقرار شود، دیگر هیچگاهی از میان رفتنی نیست و نتایج خوبی را با خود خواهد داشت. حالا میاییم به این موضوع که نوشتن کتاب برای کودکان از سوی نویسندگان اهمیت دارد. باید گفت کودکان اگر به کتاب هم دسترسی پیدا می کنند و با کتاب دوست می شوند، بیشترین از طریق برگردان کتاب های قصه و داستان است که جنبه آموزندگی این گونه کتاب ها برای کودکان بیشتر است و همچنین تخیل کودک را گستردگی می بخشد. که این برگردان ها نیست بیشتر از سوی نویسندگان ایران انجام شدند. مثلا دختر گوبرت فروش یک داستان خیلی ها عاطفی و خیال برانگیز برای کودکان است.
پیداست که نویسنده چنین داستانی تا چه حد با خود و با نوشتن صادق بوده است و تنها برای کودک نوشته است و دنیا و آرمان و فضایی را که کودکان می توانند در خود غرق بسازند، به گریه بیاورند و یا به خنده وادار بسازند. پیداست که نویسنده چنین داستانی تا چه حد با خود و با نوشتن صادق بوده است و تنها برای کودک نوشته است و دنیا و آرمان و فضایی را که کودکان را می توانند در خود غرق بسازند، به گریه بیاورند و یا به خنده وادار بسازند، در چنین داستانی ایجاد می کند. و کودک نیز با خواندن و یا نوشتن چنین داستانی می خواهد بار بار آن را بخواند و ذوق جستجوگری را برای پیدا کردن کتاب داستانی دیگری و خواندن آن داشته باشد. اما در جامعه خود ما، اگرچه کارهایی برای کودکان انجام شدند و کتاب و شعر و ترانه و داستان برای کودکان نوشته شدند، اما این همه هرگز کافی و بسنده نبودند. اگرچه نوشتن کتاب برای کودکان از اهمیت خالی نخواهد بود، از یک سو ما نمیتوانیم کسی را وادار بسازیم که برای کودکان شعر و ترانه و داستان بنویسد، چرا که تا کسی گرایش طبیعی، عاطفی و ذهنی و ذوقی به نوشتن کتاب برای کودکان نداشته باشد، اگر هم بنویسد شاید تنها برای خود بنویسد و برای نام و نشان خود بنویسد. دیگر اینکه در جامعه ما اگر برای کودکان کاری هم صورت گرفته، جنبه سرگرم کنندگیش بیشتر بوده است تا آموزندگی و خیال برانگیزی آن. بنابراین من بیشتر در کنار عادت دادن کودکان به خواندن کتاب قصه و داستان و شعر و غیره، طرفدار قصه و افسانه گفتن در هنگام خواب برای کودکان هستم، چرا که کودکان امروز از کودکان دیروز متفاوت هستند. برخی از این کودکان با رسانه های تصویری، با کامپیوتر و حتی اینترنت سر و کار دارند، همه چیز را می نگرند و این همه باعث می شود که تنها واقعی بیندیشند. ولی وقتی افسانه و یا داستانی را که با خیال آمیخته است و جنبه آموزشی هم دارد، در هنگام به خواب رفتن به کودک 4-5 ساله تا 10-12 ساله از سوی مادر و یا پدر و یا کسی دیگری گفته شود، حتی اگر داستان ناتمام هم بماند و کودک به خواب برود، شاید ادامه قصه را در دنیای خواب ببیند. که همین گونه اگر خود کودک کتاب هم بخواند، تأثیر اینچنینی بالای ذهن و روانش افکنده می شود. مثلا گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ کولومبیایی، را وقتی پرسیدند که از چه نویسنده شدی؟ از چه داستان نویس شدی و سرچشمه نویسنده شدن چیست؟ چنین گفت که مهمترین سرچشمه نویسنده شدنش همان انگیزه است که پدر کلان و مادر کلانش از طریق گفتن قصه برایش داده بودند. حالا برمیگردم به همان حرف اول که همه کودکان جهان شاعرند و چگونه می شود این شاعر بودن در آنها ادامه بیابد. باید گفت کودکان نه تنها شاعرند که خود ریالیزم جادویی هستند. هم واقعیت و هم رویا در آنها آمیخته است. از سوی دیگر شما خوانده اید و شنیده اید که تکگویی در داستان را و حدیث نفس در داستان را و سخن گفتن بچه های کوچه با خودشان در هنگام بازی های کودکانه مانند می کنند. پس اگر نویسنده و یا شاعری می خواهد برای کودکان کتاب بنویسد، با نظر داشت این واقعیت ها که کودکان به صورت طبیعی که در کودکان به صورت طبیعی وجود دارند، باید بنویسد. کتاب هایی که به کودکان نوشته می شوند به گونه ای باشند که کودکان با خواندن آنها پیرامون خود را به صورت غیر مستقیم بشناسند، زیرا همان گونه که گفته شد، کودکان دنیای بی‌آلایش و بی‌دروغ دارند و حداقل از طریق چنین کتاب‌های آموزنده که ویژه کودکانند برای شناخت محیط و جامعه، آن هم جامعه آلوده با نفاق و درویی، از همین حالا آماده باشند. نوشتن کتاب شعر و قصه و داستان برای کودک از کار بارزشی است و خواندن این کتاب‌ها از سوی کودکان نیروی تخیل آنان را تقویت بیشتر می‌بخشد و به توانایی‌های ذهنی کودکان می‌افزاید. سخن مهم دیگر این که کتاب‌هایی که برای کودکان نوشته می‌شوند، پیام‌های اخلاقی را نیز به نحوی در خود داشته باشند تا چنان پیام‌هایی در ذهن کودکان نقش ببندند. اما در آخر باید گفت که در کشور نابسامان ما چه کسی با چنین ویژگی برای کودک بنویسد و با کدام انگیزه بنویسد، در حالی که نویسندگان ما با همه دشواری هایی که بر سر راهشان قرار دارد در عرصه های دیگر می نویسند و ارج نهاده نمی شوند و در حقیقت به گفته یکی از نویسندگان ما قربانی می دهند به امید و آرزوی روزی که جامعه به کتاب و
و نویسنده ارزش بگذارد و بویژه کتاب کودک دریچه‌ای باشد برای نگریستن و رسیدن کودکان به افق‌های خوشبختی و سعادت، زیرا کودکان فردای هر سرزمینی هستند. سپاس از شما. تشکر فراوان از خانم فروب. من از این فرصتی که در بین سخنرانی ایشان آقای جبران هست هم استفاده کنم و در روز جشن کتاب، در واقع برنامه هم به مناسبت روز جهانی کتاب برگزار شده و هم به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، به گونه‌ای به جامعه افغانستان سالن خالی جشن کتاب را تسلیت بگم. شاید برای یک جامعه اتفاق دردناکتر از این نباشه، ویران شدن یک شهر قابل بازسازی و قابل اعماره، از بین رفتن سرک ها قابل ترمیمه و مشکلات ظاهری که میبینیم تمام اینها به سادگی قابل رفع شدن، اما رخت بربستن فرهنگ از یک سرزمین اتفاقیه که جبران او بسیار زحمت و تلاش میطلبه و بسیار کار میخواه و به این سادگی ممکن نخواهد بود و جبران این خسارت کردن یعنی مهمترین ضربه که 30 سال جنگ و صدها سال دیکتاتوری به پیکر از این سرزمین زد، وضعیتی بود که امروز ما شاهد او هستیم. ما در سرزمینی زندگی میکنیم که پشتوانه فرهنگی ما بزرگای بودن به عظمت حضرت مولانا و سنایی و عطار و فردوسی و سعدی و رودکی و خیام، با 1000 سال، بیشتر از 1000 سال تاریخ اندیشه و فکر و فلسفه و شعر و مدنیت، امروز نه در جشن کتاب که در سوگ کتاب نشستیم. باز من تشکر میکنم از خانم فروغ و صحبت آقای جبران رو میشنویم که در رابطه